ما بعد از شمرانو یه خورده وضعمون بهتر شد. بابا تونست اون خونه رو بفروشه، یه خونه تو نارمک بخره، آبادتر بود. نارمک به دلیل استودیو عصرطلایی که تو خیابون سمنگان نارمک بود، محله فیلمبرداری خیز بود. بعد تا به حساب یه گروه فیلم برداری میمدن توی یکی از خیابونهای نارمک فیلم برداریش شروع میکردن، صداش میپیچید که فلانجا دارن فیلم برداری میکنن. هم بدو بدو خودمونو میرسوندیم. اون موقع با گروه فیلم برداری پاسبون میومد و اطناب میکشیدن و کسی جلو نره بود اینا. و بالاخره با سرک کشیدون هرچه تماشا میکردیم. من زیر دیپلم بودم، مصاحبه هارم نگاه میکردم. تلویزیون سیاسفید خریده بود پدرم و چیزی نگاه میکردم. فیلمسازایی که مصاحبه میشدن اینا هم نگاه میکردم. فیلم های نصرت کریمی رو دیده بودم و سریالش هم بکنم بهش پخش میشدن. دای جان ناپلون ساخته آقای تحبول. مصاحبه ایشون رو من تلویزیون دیده بودم و اصلا فرق داشت با حرفای دیگران، دیگر فیلمسازایی که دیده بودم تلویزیون، که چقدر دلنشین بود و عمیق بود و حرفا از جامعه حرف میزد، از کمبودها حرف میزد، اصلا ما باید کجا بریم و چجوری باید بمانیم. یه روز مادرم اومد خونه، من خونه بودم، گفت این لافتوزیه هست اینجا، دو دهنه لافتوزیه، اینو برداشتن کردن بونگا شادمانی دارن فیلم برداری میکنن. من پاشتم دویدم ببینم کیه. رسیدم دیدم جمعیت زیادی واستن و دو تا پاسبان و باتو ران. نه بالاخره اطلاعی این جمعیت اینا دیدم توی این مغازه که کنگا شادمانیه، بعد نوری روشن است و دوربینی و و بعدی داری میشه. بین این به صاحب دستن در کارهای این فیلم دیدم نصرت کریمی ازش، با اون شناختی که ازشون داشتم از تلویزیون دیدم، حرفای قشنگی ازش دیدم، دل من نشست و لومپنی حرف نمیزد و معلومه که سواد داره این آدم و اینا دیگه. اصلا گفتم هر طوری شده باید ایشون رو از نزدیک ببینم. تا اینکه ایشون از لوکیشن اومد بیرون که سیگار روشن کنه، من فریاد زدم و دست تکون دادم. چه کردم؟ منو دید، گفتم من یه قصه نوشتم میخونید؟ گفت برو برد بیار. من بودو رفتم خونه، بود این دفترچه رو برشتم، نه کپی داشتم ازش نه کاربونی گذاشته بودم، همینجوری برشتم. فقط کاری که کردم صفحه اولش اسم و آدرس و شماره تلفن، اون موقع پدرم مغازه باز کرده بود بازم، شماره تلفن مغازه پدرم رو نوشتم و اومدم که خب برسونم بهشون. خوشبختانه اینا برای نهار تعطیل کرده بودن، داشتن میرفتن اون دست روبروی همین لوکیشنش، اون دست خیابون یه چلوکه آبی بود و وسط خیابون گرفتم ایشونو. دوباره سلام کردم، گفتم که من اینو آوردم. گفت تلفن نه آدرس گذاشتی؟ گفتم آره. گفت حالا من یاد دستورم به زنگ میزنیم. یه حدود 20 روزی گذشت،
پدرم برای نهار اومد خونه، یه کاغذم داد به من، گفتش که یه آقای زنگ زده گفته با این شماره تماس بگیر. من زنگ زدم اون فرداشو. قرار گذاشتیم فرداش رفتم، یه دفتر کوچولویی داشتم و کریبیر رفتم اونجا و من قصه تو خوندم. خیلی خوش آمد. دادم خانمم خوند، اونم خیلی خوش اومد. چقدر تصویر دادی این تو، چقدر به نظر میاد بلدی، فیلم کار کردی، چای کردی. گفتم نه، یه چیزای کوتاهی نوشتم و اینم تنها قصه یه نا. او خیلی خوب. بگو، تو حالا میخواد چی کار کنی؟ میخواد چی کاره بشی؟ گفتم که خب هنوز که نمیدونم. گفتم قصه شما بخونیم ببینیم میشه فیلم بشه. خودت میخوای اون هرپیشه بشی؟ گفتم نه آقا همچین قصدی ندارم. گفت هر کی به من مراجعه میکنه میخواد هنرپیشه بشه. گفتم من نمیدونم، خیلی دلم میخواد یه روزی کارگردان بشم اگه بشه. منتها خوب هنوز هنوز من دیپلم نگرفتم هنوز. گفتش که من برای چیکار کنم؟ اینجا یه دو اندازه من اجزای یک گروه فیلمسازی رو میشناختم. گفتم من میتونم یکی از دستیاراتون بشم. گویا فیلم دارم رو شروع میکنم، دستیارم دارم، به عنوان دستیار سه میتونم ببرم، ولی پول نداریم بهت بدیم. الان تو دستمزد نمیگیری. گفتم من دستمزد نخواستم. صدا زد دستیارش، گفت یه سناریو بده آقای صمدی ببره بخونه. اصلا خواب میدیدم سناریو بده میده چیزه. میدونستم به حال از سینما میخوندم مجلات رو اینا با این سرعت کلی بقیه قرارات رو با دستیار من بذاره. و صمدی فیلم نامه رو میخونه و میشه دستیار سه من. نمیدونم همینجوری حالا فکر کرد که این آدم بعدی نیم بچه بچه به درد بخوره. آره برم تابستونم بود زیر بغلش رو بگیریم. دیگه با اون دستیارش صحبت کردم، گفتش که ببر اینو الان خونه بشیم بخون، فرد صبح بیا اینجا. آدرس یک استودیویی داد، یعنی همسایه استودیو های میساقیه آسویل بود. باشیم رفتیم اونجا و افتادیم روی قلتک هم کم دیگه. به حال من اطاعت میکردم از دستیار یک و دو چه کار رو باید میکردیم و خط خوشی داشتم. این چارت برنامه ریزی و این حرفا رو با خط من در واقع درست کردم، زدم به دیوارو و از این دست هر کاری فیلم برداری هم شروع شد. من یه مقداری در واقع هنوز وحشی بودم، خیلی چیزا رو نمیدونستم، مثلا نباید انجام بدم یا باید انجام بدم. متکی به دستیارا بودم که اونا یه مقدار حسادت میکردن، همه چی رو نمیگفتن. اما به حال میقاپیدم هر کاری بود، فرقی نمیکرد. مثلا از تدارکات آدم کم داشتن برای شستن حیات، نفر اول من بودم. تو فیلم برداری هم سراپا چشم و گوش بودم که چی داره میگذره. با دستیاران فیلم بردار، با کارگر فنی ها رفیق شدم، از اینا چیز یاد گرفتم. مثلا کلاکت رو دستیار یکی میگرفت، من و دستیار دو حق نشتیم دست بزنیم به کلاکت. یه روزی بس به تصادف یه جوری شد، معلوم نشد دستیار یکی الان کجاست، دستیار دو کجاست. منم یه جوری خلاص دوزی میکردم شماره پلان و سکانس این حرفا رو پیدا میکردم. من رو دست دستیاری که دکوپاژ دستش بود میفهمیدم پلان چنده از کدوم سکانسه. حتی تو ذهنم گاه مونتاژ هم میکردم که بعد از این پلان پلان جوری میشه این راست. تا اینکه فیلم بردارمون گفتش که رفت پشت دوربین گفتش که این پلان کلاکت نداره. من چون حفظ کرده بودم چنده را دیدم هیچ کدوم نیستم، دویدم کلاکت که رو زمین بود برداشتم پاک کردم و خط خوش نوشتم و آوردم گرفتم جلوی
دوربین درست اونجا، چون میدونستم که مثلا لنز 25 الان باید بیم جلوتر که کراکت درشت بده. گرفتم این بردار همینطوری که داشت نگاه میکرد که بگیره کراکته، گفت بالاخره یک کراکت خوش خط دیدیم. خود این در واقع باعث شد من شدم کراکت من ها رو با افتخار بسیار کراکت من. اینجوری میخوام بگم که از این کارا دیگه کم کم کارگردانم از این اونم شنید که خیلی آدم فعالی، خیلی بودم حواسش جمعه، خیلی وجدان کاری داره. صبح زودتر از همه میاد، شب دیرتر از همه میره و یه چیزی میشه. تا اینکه فیلم که در اومد بیرون دیدم اسم من نوشته دستیار دو. من خواب پای کارگردان رفتم مجانی ها، خواب پای تو همه چیز، یعنی مثلا 7-8 تا بچه 5-6 ساله میخواستن، من تو محل جمع میکردم، بالاخره پول تو جیبی خودم، بلیت اتوبوس میخریدم، اینا رو میبردم سر صحنه و برمیگردم خونه هاشون تحویل میدادم. از این کارو بردم فیلم برداری تموم شد، اینا پا به پا تو مونتاژ بودم، وایسیده بودم اونجا تو مونتاژم. یعنی اوایل خوب میرفتم چای میدادم، کم کم یه چیزای دیگه یاد گرفتم، فیلم جمع کردن یاد گرفتم، دوبله رو رفتم وایسیدم پا به پاش تا آخر دوبله، فاین کات و سینک زدن و همه چی رو بودم، ضبط موسیقی رو بودم، لابراتوار رفتم و نشستم کنار فیلم بردار و اتالوناژ فهمیدم چیه. این یه دونه فیلم برای من شد 5 تا دانشگاه. خب تموم شد، رفت آماده اکران شد و تا اکرانش هم پا به پای فیلم رفتم و این مرد یه چنین کمک بزرگی کرد به من. پدرانه و فیلم که وظیفه شه بزنیم بچه یه چیزی بشه. فیلم بردارمون نصرت کنی بود، اونم خیلی آدم مثبتی بود، یعنی یه جایی تشویقم میکرد. یه نیروی، یه چیزی، یه حسی، یک صدایی به من میگو از اینم بهتر میشه شد. یکی من اولم واکنش مادرم اولش هیچی بود، نمیدونست. واکنش پدرم خوب بود، گفت در واقع به این شکل مشروط خوب بود که میگفتش که به شرطی که همین گران قبل از دیپلم یه کاری پیدا کردی بتونی یه ادامه بدی بشه شغلت و درآمد داشته باشی خیلی خوبه، ضمن این که کار هنریه دیگه خوبه دیگه. بنابراین مادرم وقتی واکنش پدرم رو دید به این صورت اینا، خود به خود اونم مثبت شد. Thank you.